4 سال پیش در چنین روزهایی یکی از خونین ترین جنبش های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت. جنبش آبان 1398. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. اعتراضات آبان 98 که در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت جرقه خورده بود، بسیار زود تغییر ماهیت داد و به اعتراضات سراسری علیه حکومت تبدیل شد. پس از سخنرانی علی خامنه‌ای در روز 26 آبان و فرمانش برای سرکوب تجمعات، اینترنت شهرهای ایران به مدت یک هفته قطع شد و سرکوب شدت گرفت. بر اساس گزارش رویترز، 1500 نفر در جریان این اعتراضات سراسری کشته شدند. اما وزیر کشور دولت روحانی فقط کشته شدن حدود 225 نفر را تایید کرد. در دیدگاه با رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه، درباره آبان 98 و جایگاه آن میان جنبش‌های اعتراضی ایران گفتگو می‌کنیم. آقای علیجانی، ابتدا برای ما بفرمایید که جایگاه جنبش آبان 98 رو شما در میان سایر جنبش‌های اعتراضی چطور ارزیابی می‌کنید و از نظرتون چه تفاوت‌هایی با جنبش‌های بعد و قبل خودش داره؟ با سلام، جنبش 98، آبان 98 در واقع صدای بی صدایان در خیابان بود و از همین جنبه میتونیم اون رو یک گسست سیاسی بدونیم، مثل اتفاقی که قبل انقلاب مثلا بعد از 28 مرداد یا مشخصا بعد از فضای یه مدار آرومتر 39-42 و بعد از سرکوب 42 به وجود اومد، یعنی یک گسست راه بردی. حالا این بی صدایان صدایی نداشتن، صداشون رو آوردن در خیابان و این صدای تو خیابان مرگ بر دیکتاتور رو و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، یعنی این دو مؤلفه رو از جنبش های قبل به ارث برد. یعنی مرگ بر دیکتاتور رو ما در جنبش سبز هم شنیدیم و به خیابان آمدن هم خب هم جنبش سبز بود هم ده 96 بود، ولی در آبان 98 این یه حالت انفجاری پیدا کرد و گستردگیش واقعا بی نظیر بود و از این جنبه است که میشه گفت ما از اون نگاه صندوق محور برحال معدل جامعه ما عبور کرد و به نگاه خیابان محور رسید و از دید این که میشود اصلاح کرد و حکومت اصلاح پذیره عبور کرد و این خود حکومت هم دوچاره شد، یعنی خود حکومت هم برای اولین بار حالا از کردستان اول انقلاب بگذریم به شلیک به مردم کوچه و خیابان و پایین و بالای شهر. در بازخوانی آبان 98 یک دیدگاهی وجود داره آقای علیجانی که این جنبش رو صرفاً برخواسته از مشکلات اقتصادی قلمداد میکنه و بیشتر بین اقشار محروم دنبال خواستگاهش میگرده. شما در این باره چه نظری دارید؟ از یه نمای دور شاید درست باشه، یعنی وجه غالبش اقتصادی طبقات فقیرتر آمدن، ولی وقتی نمای نزدیک بهش نگاه بکنیم میبینیم مسئله این سادگی نیست، یعنی چیزه تره. اولا ببینید در جنبش سبز یکی از سرداران سپاه که تو میدون ولی هست دیده بود، یکی از اعضای برحال قبلی که باش دوست بوده جبهه با هم بودن تو جنبش سبز ناراحت میشه، ولی میگه فعلا شمال شهری ها اومدن و ما از اون روزی باید بترسیم که جنوب شهری ها بیان. خب میشه گفت جنوب شهری ها آمد، ولی بخوام طبقاتی نگاه کنیم ما هم نمادین بگیم هم پویا بختیاری رو داریم هم محسن محمدپور رو. پویا بختیاری طبق متوسط فرهنگیه، محسن محمدپور مال طبقات محروم تره و اینا هر دوشون، یعنی این دولای اجتماعی طبق متوسطی که شاید قبلا در انتخابات شرکت میکرد شاید هم شرکت نمیکرد چون بخشی از طبق متوسط در انتخابات نمیومد، بنابراین میشه گفت این جنبش وجه غالبش اقتصادی بود، روی گرانی بنزین بود، ولی فراتر از این که بگیم فقط یکش و نقاط اعتراضی رو هم در نظر بگیریم در سراسر کشور شهرهای کوچیک فعالتر بودن، شعارها و اقشاری که درگیر بودن به اقشار محرومتر و فقیرتر نزدیکتر، ولی نمیشه ساده سازانه فقط یک طیف رو عامل جنبش دونست. سوگیری طیف‌های مختلف روشنفکری در این جنبش و جنبش‌های بعدی چه تغییری کرد آقای علیجانی؟ بعضی‌ها از جای خالی روشنفکر ایرانی در آبان 98 گلایه می‌کنند. شما چی فکر می‌کنید؟
من موافق نیستم حقیقت. البته طیف روشنویران خوب یه طیف وسیعی هست. فرضاً در همین جنبش ما بیانیه پزشکا رو داشتیم، بیانیه وکلا رو داشتیم، برخی هنرمندها مثل آقای محسن استاد علی در جشنواره سینمای حقیقت جایزش رو به پویا بختیاری تقدیم کرد و معاونت مدنی گسترده داشتیم در برابر حکم اعدامی که برای 3 نفر امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی صادر شده بود. این مقاومت مدنی که خب به هر حال روشنفکرها در گسترشش نقش داشتن در داخل و خارج جواب داد، حکم اینها شکست. حالا اگه برگردیم به بخشی از اصلاح طلبان، اونها در 96 خب هیچ همراهی نداشتن، حتی بحث سوریه شدن عمده کردن. در 98 اولین بیانیه که در داخل کشور در من بیانیه 77 نفره بود که همین طیف اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، دوستان ما هم بعضن امضا کرده بودن، چون مطلع شده بودن پیش از دیگران که خامنه‌ای حکم شلیک رو داده. اما از این دوره تک افرادی از اصلاح طلبان شروع کردن به تأمل و تجدید نظر. یعنی مثلا مثال بزنیم، آقای تایزاده شروع کرد به تجدید نظر، هرچند همچنان با خیابان مسئله داشت و امتداد داشت تا جنبش جینا، اما این شروع به تأمل رو دیدیم. در همون دوره آقای موسوی بیانیه داد که ایده مقایسه کرد با ایده شهری و بیانیه خیلی صریحی بود، بنابراین نمیشه یه حکم کلی صادر کرد. روشنویران خارج از کشور هم خب عمدتا حامی این جنبش بودن و صدای جهانی شدن. اساساً آقای علی جانی، شما فکر میکنید خیابان میتونه نمادی از همگرایی طیف‌های مختلف اجتماعی در جنبش‌های اعتراضی باشه؟ لااقل آیا بعد از جنبش آبان 98 میشه به این اشتراک نظر اشاره کرد؟ شیفت از صندوق به خیابان رو میشه از جنبش سبز به تدریج نقطه چینی آغاز کرد. از دی 96 و به ویژه آبان 98 به بعد دیگه به یک خدچین پررنگتری تبدیل میشه، یعنی در واقع پایان اصلاح طلبی و آغاز گذار طلبی. حالا با دو سناریو، یه سناریوی گذار مسالمت‌آمیز و تحول خواهانه و یه گذار براندازان، یعنی یه گذاری که انحصارا به خیابان فکر میکنه، شروع و پایانش با خیابانه، و گذار دیگری که شروعش از خیابانه ولی پایانش میتونه شکل دیگری از جمله با صندوق رأی باشه، با نوعی انتخابات باشه، با نوعی رفراندوم باشه و اشکال مختلفی در جهان وجود داره. ولی میتوانیم خیابان رو حالا یا به عنوان هم شروع و هم پایان، یا شروع و نه پایان، ولی هر دوش نوعی گذار و عبور از جمهوری اسلامی است. این تبدیل به گفتمان غالب شده، نمیتونم بگم گفتمان انحصاری، ولی تبدیل به گفتمان غالب شده و در وجدان جمعی ایرانی ها رسوب کرده، در هم جنبش های سیاسیشون هم مدنیشون و در بسیاری از فعالان این جنبش ها در داخل و خارج از کشور. آقای علی جانی، مادران آبان برآمده از دل جنبش آبان 98 پیوند محکمی برقرار میکنن بین مادران اعدامی های تابستان 67 و بقیه مادران داغ دیده در جمهوری اسلامی. نقش این نهادها و فعالیت هاشون رو شما در تداوم جنبش های مردمی چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، مادران و جنبش دادخواهی وجدان بیدار جامعه است. در برابر سرکوب، نقض حقوق بشر، کشتار و هر گونه روش خشونت‌آمیز و وحشیانه، ما اجزاء مختلف و لایه‌های مختلفی داشتیم. از اول انقلاب بگیریم و دهه 60، ادامه 67، در رابطه با کردها، در رابطه با بهایی‌ها، در رابطه با اهل سنت و در رابطه با بسیاری از دیگر اندیشان، این نقطه چین ادامه داشت. مادران اعدامی های 67 و اعدامی های دهه 60 شد یه مدتی خیلی تنها بودن، صداشون بند وسعت و شدتی که بعدن شنیده شد شنیده نمی شد، ولی مشعلی که اونها بر دوش کشیدن و آوردن حالا به یک کارزار بزرگ تبدیل شده. ما می بینیم مادران ده 96، آبان 98، جنبش جینا مهسا، اینا به هم می پیوندن با مادران دهه 60. به هر حال ما با یک دیو استبداد، با یک جلاد خونی سر و کار داریم و یاد این عزیزان میتونه استمرار جنبش باشه و حفظ حافظه مانع تکرار فاجعه بشه. در ادامه صحبتتون آقای علی جانی میخوام بپرسم به عنوان آخرین سوال، از آبان 98 به عنوان خونین ترین جنبش اعتراضی یاد میشه. خود همین عبارت چه مسئولیت اجتماعی برای تک تک ما ایجاد میکنه؟
بسیار سوال مهم و راهبردیه. یعنی این خونین بودن این جنبش هم باعث ریزش فراوان درون حکومت شد، از جمله در درون نهاد سرکوبش، و از طرفی یاد این عزیزان میتواند مسئولیت زا باشه. من بذارید از سگانه یاد، ایده و امید اسم ببرم. این یادی که نمیخواهد سوگواری بکنه، بلکه میخواهد انرژی ایجاد بکنه. اما ما نیاز به جمع‌بندی داریم. هر فراز جنبش که پیش میره ما بایستی به جمع‌بندی بپردازیم. یاد، ایده، ایده هایی که جمع‌بندی بکنه. ببینیم ما آسیب هامون کجاست، نواقصمون کجاست و مسیرهای رو به پیشمون کجاست. بعد اونجاست که به امید میرسیم، به راه گشایی و افق گشایی میرسیم. مثلا یکی از مسائل مهمی که هست، ما بعد از هر جنبشی یک نیروی جوانی آزاد میشه. ما این از 16 آذر داریم، جنبش اصلاحات، جنبش سبز داریم، آبان 98 داریم، همین جنبش اخیر زن زندگی آزادی در بالاترین سطحش داریم. یعنی یک سری جوان اولی هایی هستن که تازه سیاسی میشن، در اون جنبش برای اولین بار میدان دیده میشن. اینها ممکنه بعد از مدتی دچار یأس بشن، دچار سرخوردگی بشن، ولی اگر روندی به تاریخ معاصرمون نگاه کنیم، همین مادرانی که از تنهایی حالا به اصطلاح به جمع رسیدن، جنبش هایی که مرتب متراکم شدن، موج موج افزودن، از اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم که میتونیم امیدوارانه به آینده نگاه کنیم. ولی این جوان اولی ها باید در شبکه های کوچیک کوچیک ولی انبوه با هم مرتبط باشن، این شبکه های کوچیک کوچیک خودشون رو حفظ بکنن و اینها بتونن کادرهای پیشبرنده جنبش های بعدی باشن. بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال سیاسی از پاریس، فرانسه. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما سپاسگزارم.